بنان این خواب یا رویا را دست کم نگیریم، ولی به شرطی که گفتم انسان با یک آرامش خاطر، با یک نیت پاک، با یک لباس پاک، با یک حالت نرمال بخواب. وقتی پادشاه خوابش بیان میکند، بعد برش میگوید که تعبیر خواب این است: خواب بسیار زیبایی دیدین که خداوند به شما چنان عمر طولانی میدهد که نسبت به همه فامیل و اقربا و دوستانت عمر شما طولانی تر است. یعنی در حقیقت معنایش همست که کلا دیگه میمیرن، همه تو میمانی، هنوز تو زنده هستی. اما شیبه تعبیر یا ادبیات در گفتار فرق میکنه. بعضی دوستان هستن که وقت خواب میبینن باز میگن که مثلا دیدن آب، نور پرسال من اشاره کردم، بهتر از یه چیز مشخص آمده استاد از در قرآن که چی چیزا رو انسان میبینه. قبل شما از خواب را گفتیم که خواب خوب است، خواب با کیفیت است، و در وقت دیدنش رو استاد بس کسا میگه در گل صبح که شما خواب ببینید، خوابتان حقیقت دارد. یعنی در بین مردم عام است، یا در شب اگر ببینید، در دل شب اگر خواب ببینید، خوابی است که مهم نیست. یعنی من بعض موارد گفتم اینجا استاد. ببینید، خواب اهمیت داره که اگر انسان واقعا غذا زیاد نخورده باشه، اما حد نرمال باشه و در وقت خوابش با یک لباس پاک، با وضوع و طهارت، با یک فکر آرام میخوابه، حالا در ابتدای شب یا وسط شب یا انتهای شب، یعنی در هنگام صبحگاه خواب رو میبیند، رویای صالحه رو میبیند، در حقیقت انشاءالله هموشیز تحقق پیدا میکنه برش در زندگی. و ای که مثلا دیدن آب در خواب، یا دیدن مثلا گل و گلزار و پارک و سرسبزی در خواب، یا دیدن دوستان خوب در خواب، مایه شادمانی انسان میشه، یک چیزیست که در حیات، در بیداری انسان هم سبب شادمانی انسان میشه. طبیعت سرشت انسان همی است. انسان در ذات خود مثلا یک جای فضای سبز رو دوست داره، مثلا آب و نهر رو دوست داره، دوستان خوبی داشته باشه دوست داره، همیشه با اونا باشه. و بعضی چیزایی است که در بیداری هم برای انسان محبوبن، پسندیده هستن، و همو خاطر اگر در خوابم او رو میبینه، برش خوشایند معلوم میشه، برش خوشایند معلوم میشه. اما آنچه که مهم است، یک روش خواب است، شما چگونه میخوابید، دوم حالت خودتان است که در چی وضعیتی میخوابید. یک کسی که به اصطلاح یک سر غذا را خورده باشه، با یک دنیای از تشویش و با یک دنیای از تزلزل و پریشانی و خستگی و زلگی بیاید در بستر خود پرت کنه، به اصطلاح بیاندازه، او در رویا ببینه چیزی یا نبینه، بالاخره فرض او بیفرق است، خوابش در قابل اهمیت نیست. بنان اگر کسی واقعا با لباس پاک، با نیت پاک، نیت پاک بیمعنا که در وقت خواب با به اصطلاح یک حسی انتقامجویی در فکر ذهنش نباشه، با کسی حسادت و بخالت و کینه‌توزی و عقده‌مندی نداشته باشه. ما بعضی بزرگان دینی داشتیم که اونا در وقت خواب میگفت پروردگارا، من کل بندهایت بخشیدم، هر کسی اگر از این غیبت کرده، تهمت کرده، اگر حق از کسی طلب حق خودم میبخشم، با یک دل پاک و آرام میخوابم، با یک وجدان آرام میخوابم. بنابراین خواب مهم است و ان شاءالله که در حیات انسان هم تاثیرگذار هست. ما نمونایش از قرآن برتون بیان کردم. شما فرض کنید خواب یوسف علیه السلام، تا اخیر عمر یوسف در سرنوشت یوسف تاثیرگذار است خواب. یعنی تمام حوادث و اتفاقاتی که در حیات یوسف علیه السلام میاد، همه در حقیقت به یک نوعی در خواب نهفته است. این خواب بیانگر این قضایا است. خواب ابراهیم علیه السلام که تجریان زپی بچه‌اش است، و این خواب به حد مهم است، به حد مهم است که تا امروز هم که امروز است، ما در حقیقت به یک نوعی به خواب عمل میکنیم. جریان قربانی است، یعنی وفدیناه به ذبح عظیم، به عوض اسماعیل علیه السلام قربانی که آمده، تا امروز میلیاردها مسلمان رو انجام میدن. یعنی در کل حیات انسانهای خواب سرنوشت ساز بوده. خواب رسول صلی الله علیه وسلم، خود پیامبر خدا، فتح مکه، یک قضیه بسیار مهم و سرنوشت ساز و تاثیرگذار هم برای صحابه، هم برای مسلمان ها تا به امروز قضیه مهم است. یا مثلا جریان خوابی پادشاه مصر، 7 سال مثلا پیش رو قحطی و 7 سال فراوانی و پشت سرش 7 سال قحطی، یعنی 14 سال در حقیقت به یک نوعی در رویای پادشاه برش بیان میشه از سرنوشت آینده. پس این معلوم است این قضیه خیلی مهمه، تاثیر گذاره در حیات انسان. خب پادشاه نه پیغمبر بوده،
نه کدام اولیا و ولی بوده، بلکه مسئول یک مملکت بوده. یعنی 14 سال اتفاقاتی که در آینده برای مملکت پیش می آید، از فراوانی به از تنگدستی، همه در رویای پادشاه تذکر داده میشه، در حقیقت به یک نوعی بیان میشه. یا خواب دو نفره که با یوسف علیه السلام یکی اعدام میشه، یکی آزاد میشه، یکی قضیه مرگ و زندگی است، در تحقق پیدا میکنه. بنابراین این خواب یا رویا را دست کم نگیریم، ولی به شرطی که گفتم انسان با یک آرامش خاطر، با یک نیت پاک، با یک لباس پاک، با یک حالت نرمال بخوابه. خیلی از این اتفاقات زندگی ممکن در رویای انسان برای انسان به یک نوعی به اصطلاح نشان داده میشه، به یک نوعی نشان داده میشه برای انسان. به همون خاطر حتی ما روایاتی داریم که رسول صلی الله علیه وسلم بعد از نماز صبح به یاگاه وقتی از صحابه پرسان میکرد چی خواب دیدین شما، خوابتان قصه کنی. اونا قصه میکردن، پیامبر صلی الله علیه وسلم برشان میگفت. یعنی شما اگر رویای خوبی میبینین، خوابی که سبب خوشحالیتان میشه، خودتان به او تعبیری داریم خوب، اگر خودتان به او تعبیری نداریم، یک آدم مورد اعتماد، اعتبار، یک انسان صالح، یک کسی که معبر خوب باشد. معبر خوب به این معنامه یک جریان براتان قصه کنم که مک یک لطیفه است، گرچه داری شاید، ولی یک درس بزرگی است. میگویند که در زمان یکی از پادشاه، پادشاه شب خواب میبینه که تمام دندانهایش فرو ریخته است. یعنی تعبیری خوابی قدر مهم است. در این داستان شما ایره میبینید. پادشاه خواب میبینه که تمام دندانهایش همه فرو ریخت. هیچ دندانی در دهانش نمانده باقی. صبح تمام معبرین جمع میکنه، میگه بیاید خواب رو تعبیر کنید. وقتی اینا میان بالاخره تعبیر میکنن، میگوین که تعبیری این خوابی است که تمام اهل و بیت و فامیلیت همه از بین میرون. یعنی این گونه تعبیر میکنن خوابش. ای پادشاه به خشم و غضب میاد، دستور میده که اینا رو بیندازین به زندان یا به اصطلاح مجازاتشان کنید که چرا این گونه خواب تعبیر کردن. و بعد یک نفر به پادشاه میگه، نقل است میگه در زمان امام ابن سیرین که مشهور است به معبر خواب، تعبیر کننده خواب، در این وقت بوده، میگوین یک کسی است به نام به اصطلاح فلان شخص بسیار خوب تعبیر میکنه خواب. پادشاه میگه که برای دور بیاورید. وقتی ابن سیرین رو میآورند در مزار خلیفه یا پادشاه، همو تعبیر میکند اما به یک نوعی دیگری. شما ظرافت در تعبیر خواب ببینید. وقتی پادشاه خوابش بیان میکند، بعد برش میگوید که تعبیری خواب این است، خواب بسیار زیبایی دیدین که خداوند به شما چنان عمر طولانی میدهد که نسبت به همه فامیل و اقربا و دوستانت عمر شما طولانی تر است. یعنی شما باریکی رو ببینید در این تعبیر. اون معبرای قبلی هم همین نوع تعبیر کرده بودن، اما به یک نوعی دیگر بیان کردن قضیه را. اونا برای پادشاه گفتن تعبیری چیست که کل اهل بیتت میمیره. گفت که اینا رو مجازات کنید، چرا این گونه تعبیر کردن. ولی وقتی ابن سیرین میاد برشان میگه که تعبیری خواب میگه صاحب ایست که خداوند به شما چنان عمر طولانی میدهد نسبت به تمام اقوام و فامیل و دوستانت عمر شما طولانی تر است. این بیانگر این است که شما یک عمر بسیار طولانی دارید. یعنی در حقیقت معنایش همونست که کل دیگه میمیرن، همه تو میمانی، هنوز تو زنده هستی. اما شیبه تعبیر یا ادبیات در گفتار فرق میکند و نه تنها که پادشاه ازش استقبال میکند، بلکه برش میگه به این جایزه هم بده. چقدر میگه تعبیر زیبا کرد خاطر. یعنی در یک ظرافتی بسیار، به یک باریکی بسیار کوچک، شما میتونید مثلا بیننده خبر مایوس و ناراحت بسازید و میتونید خوشحالش بسازید. ما خیلی از خواهرها و برادرای داریم که اون وقتی خواب میبینه صبح اصطلاح برای یک کسی رو قصه میکنه، طرف او رو به یک نوعی برش تعبیر میکنه که نه تنها که باعث به اصطلاح ناراحتی طرف میشه، بلکه تا یک مدتی ری بیچاره در استراب و پریشانی سپری میکنه به انتظاری است که چی اتفاق خواهد افتاد در پیش رو. یعنی به معنا شما همیشه کوشش کنید خوابهایتان اگر خودتان قادر است تعبیر خوب بکنید، و اگر قدرت تعبیر ندارید، برای یک عالم، یک انسانی که آدم مورد اعتمادتان است، درش بگید که او رو به یک نوعی خوبتر تعبیر بکنه.